به نام خداوند جان و خرد، کز او برتر اندیشه بر نگذرد. با درود و احترام بر شما فرزندان میهنم که به من گوش میدهید، و با سلام بر همه آزادگان جهان. یادتون هست قصه سیاوش هفته قبل به آنجا رسید که مقدمات عروسی او با دختر پادشاه توران از هر حیث فراهم آمد و آنها با هم زن و شوهر شدند و ظاهراً همه وسائل و اسباب خوشبختی و سروری برای سیاوش فراهم گردید. باید براتون کمی قصه سیاوش رو کوتاه کنم، زیرا جناب فردوسی بزرگ برای آنکه درس عبرتی به تبهکاران بدنهاد بدهد و به همگان بگوید که بداندیشی و بدسرشتی عاقبت شخص را از تخت سلامت و بزرگی به زیر می کشد، به تفصیل قصه هایی رو در باب چگونگی زندگی سیاوش و پریشان فکری افراسیاب و کینه ورزی بعضی از سران تورانی ها نسبت به ایران بیان فرموده که ناگزیر از شرح و بسط آن در می گذرم و به اختصار فقط به آن اشاره می کنم. هفته پیش گفتم که بیامد فرنگیز چون ماه نو، به نزدیک آن تاج ور شاه نو. زمین باغ گشت از کران تا کران، ز شادی و آواز رامشگران. فرنگیس و سیاوش دست در دست هم گذاردن، زندگی نوینی برپا کردن، روزگارشان با شادکامی می گذشت و با هم شروع به آبادانی سرزمین هایشان نمودن. بر این کار بگذشت یک هفته نیز، سپهبد برآراست بسیار چیز. ز اسپان تازی و از گوسفند، هم از جوشن و خود و گرز و کمند. و از آن مرز تا پیش دریای چین، همه نام بردند شهر و زمین. به فرسنگ صد بود بالای او، نشایست پیمود پهنای او. نوشتند منشور بر پرنیان، همه پادشاهی به رسم کیان. به پیش سیاوش فرستاد شاه، ابا تخت زرین و زرین کلاه. مدتی که گذشت افراسیاب برای خوشایند فرنگیس و سیاوش مقادیری هدایا که عبارت بود از اسب‌های تیزرو، گوسفندان پروار، شمشیر و گرز و خود، به علاوه یک قباله مالکیت از اراضی وسیعی که از کنار خوتن تا مرز دریای چین رو شامل می‌شد، به عنوان پیشکش برای داماد و دخترش فرستاد. از آن تاریخ سیاوش را پادشاه آن ناحیه خواندند. چنین نیز یک سال گردان سپهر، همی گشت بیدار با داد و مهر. فرستاده آمد ز نزدیک شاه، به نزد سیاوش یکی نیک خواه. که پرسد همی شاه را شهریار، همی گوید ای مهتر نامدار. که زیدر تو را دادم تا به چین، یکی گرد برگرد و بنگر زمین. به شهری که آرام و رای آیدد، همه آرزوها به جای آیدد. یک سالی از آن ایام گذشته بود که افراسیاب یکی از محارمش رو برای دیدار از دخترش و سیاوش به سرزمین آنها فرستاد تا از نزدیک با دقت بررسی کند که چگونه روزگارشان می گذرد. و بسیار سفارش کرده بود که فرستاده
آنها را نصیحت نمایم که زندگی را در کمال شادکامی و خوشبختی بگذرانند و آرامش و آسایش را از هر سوی برای خودشان و مردمشان فراهم آورند. سیاوش چو بشنید دلگشت شاد، بزد نای و کوس و بنه برنهاد. فراوان اماری بیاراستند، پس پرده خوبان بپیراستند. فرانگیز را در اماری نشان، بنه برنهاد و اماری بران. به شادی برفتند سوی ختن، همه نامداران شدند انجمن. که سالار پیران در آن شهر بود، که از بدگمانیش بی بهر بود. سیاوش وقتی پیام افراسیاب رو شنید، از شادی سر از پا نمی‌شد. به این سبب با فرانگیز طرح یک سفری رو به ختن ریختند تا به دیدار پیران بزرگ بروند. یک ماهی رو نزد آنها به سر بردند. روزگار رو در کنار پیران که در واقع پدرخوانده‌اش بود گذراندند. فردوسی بزرگ در اینجا قصه ای رو به سوی سرنوشت می‌کشاند و می‌گوید: کنون برکشایم در داستان، سخنهای شایسته باستان. ز گنگ سیاوش گویم سخن، و از آن شهر و آن داستان کهن. کنون بشنو از گنگ دژ داستان، بر این داستان باش هم داستان. که چون گنگ دژ در جهان جای نیست، برانسان زمینی دلارای نیست. که آن را سیاوش برآورده بود، بسی اندرون رنج ها برده بود. فردوسی میگوید حالا دیگه وقتشه که قصه رو بکشانیم به شهر گنج دژ، و باید براتون تعریف کنم که در همه جهان شما نمیتوانید جایی رو به آبادانی و خرمی گنج دژ پیدا کنید که این چنین سرسبز و خرم باشد و آن همه مزارع و باغهای پر از گل و میوه و سیفیکاری در آن به وجود آورده باشند. اینها همه مایه و پایش کوشش فوق العاده سیاوش بود که حضرت فردوسی با بینش و درایت کامل درباره شهرها و کوهستانها و سواحل روشن اطراف گنج دژ که آن گونه آباد و سرسبز شده بود تعریف میکنه و نشان میدهد که ثمره کوشش و فعالیت های سیاوش پس از کوتاه مدتی ایجاد سرزمین های وسیعی بود که مردمان در آن با خوشی و شادکامی زندگی مرفهی پیدا کرده بود. و طبیعتاً سیاوش را هم همچون سالاری می پرستیدن. بنا کرد جایی چنان دلگشای، یکی شارسان اندران خوب جای. بدو کاخ و ایوان و میدان بساخت، درختان بسیارش اندر نشاخت. بسازید جایی چنان چون بهشت، گل و سنبل و نرگس و لاله کشت. نتیجه زحمات و فعالیت های سیاوش چنان بود که انگار یک در بهشت در آن سرزمین باز می شد. و اون وقت بود که سیاوش دستور داد وسط آن باغ ها و درختان سر به فلک کشیده و آبشارهای فراوان یک کاخ و ایوان بنا کردند که جایگاه زندگی خصوصی و آرام بخش فرنگیس باشد. سیاوش همچنان سرگرم آبادانی سرزمین های اطرافش بود که مشهور است شهری را بنا کرد به نام سیاوشگرد که مورد توجه همه اطرافیان قرار کرد. هیونی ز نزدیک افراسیاب، چو آتش بیامد به هنگام خواب. یکی نامه نزد سیاوش به مهر نوشته به کردار روشن سپهر. که تا تو برفتی نیم شادمان، از اندیشه بیغم نیم یک زمان.
گر آنجا که رفتی خوش و خرم است، چنان چون بباید دلت بی غم است، بدان پادشاهی کنون بازگرد، سر بدسگال اندر افکن بگرد. یک روزی یکی از زبده سواران افراسیاب، سوار بر شتری سرخ مو، به شهری وارد شد که سیاوش در آنجا زندگی میکرد. نامی از افراسیاب آورده بود بدین مضمون که ای سیاوش، از وقتی تو از این شهر رفتی من دیگه شادمان نیستم، به علت تنهایی غم بر دلم نشسته است، ولی تو کوشش کن در آن شهر خوش و خرم و بیغم و اندوه زندگی کنی، پادشاهیت را با اقتدار و خرمی بگذرانی و نگذاری که از هیچ بابت غمی بر دلت بنشیند. سپهبد بنه برنهاد و برفت بدان سو که سالار فرمود تفت. بیاراست شهری ز کاخ بلند، ز پالیز و از گلشن ارجمند. به ایوان نگارید چندین نگار، ز شاهان و از بزم و از کارزار. نگار سر گاه کاووس شاه، نبشتند با یاره و گرز و گاه. بر تخت او رستم پیلتن، همان زال و گودرز آن انجمن. سه دیگر سو افراسیاب و سپاه، چو پیران و گرسیوز کینه‌خواه. سیاوش که در واقع از وطن مألوف و خان و فامیلش دور مانده بود، همه ی همتش رو در آبادانی شهرها به کار گرفت. روزی با گروهی از سواران و ایرانیان همراهش در آن بیابانهای برهوت به راه افتاد تا رسید به جایی که دریا بود. آب و کوهستانهای مرتفع وجود داشت. به این فکر افتاد که در کنار آن کوهستان و دریا شهری را بسازد به نام سیاوشگرد، و برای آن که نظر مردم جهان اطرافش را هم متوجه این شهر بنماید، یعنی به قول امروزی ها شهری بنا کند که توریست برای دیدن آن هجوم بیاورد، دستور داد تا نقاش ها و نگارگران و سنگ تراشان فراوانی را از شهرهای مختلف دعوت کردند و در آن شهر ضمن ساختن کاخ ها و صفحه‌های بلند تصاویری رو از خاندان‌های ایرانی بر روی بلندی کوه‌ها به وجود آورد و به این سبب نگارگران و سنگ تراش‌ها با تراشیدن سنگ ابتدا صورتی و نگاره‌ای از کاووس شاه رو ساختند که بر تخت کیانی نشسته. تراشه‌های بزرگی از رستم و زال و گودرز رو تراشیدند که مشهور به نقش رستم شد. بارگاه ها و بزمگاه های فراوانی رو در دل کوه به وجود آوردند که تماشاگه مردم و توریست ها گردید. و در سوی مقابل آن طرف کوهستان تصاویر بزرگی از افراسیاب و پیران و بزمگاه های تورانیان و همچنین گرسیوز فرمانده ارتش توران رو حک کردند که تماشاگه مردمان شده بود. به ایران و توران بر راستان، شدن شهر خرم یکی داستان. به هر گوشه گنبدی ساختند، سرش را به ابر اندر افراختند. نشسته سراینده را مشکران، به هر جا ستاده گوان و سران. سیاوش گردش نهادن نام، همه مردمان زان به دل شاد کام. یواش یواش شهرت این ساختمان ها و سنگ تراشیده ها به ایران و توران هم رسید. مردمان فراوانی از همه اطراف برای دیدار و تماشا به سیاوش گرد می آمدن. به همین سبب به علت هجوم تماشاگران و گردش کنندگان ثروت زیادی در شهر پدید آمد. مردم در
تمام روزگارشان را در تنعم و آسودگی می گذراندند که این امر موجبات حسادت و کوردلی بسیاری از تورانی ها را فراهم آورده بود. چو پیران بیامد ز هندو و چین، سخن رفت از آن شهر با آفرین. خریده به توران سیاوش گرد، که زختر چنین کرده شد روز عهد. چو پیران از آن نامور شارسان، شنید از لب هر کسی داستان. از ایوان و گنبد و پالیز و باغ، از ایوان و گنبد و پالیز و باغ، ز رود و ز دشت و ز کوه و ز راغ. شتاب آمدش تا ببیند که شاه، چه کردن در آن مایه و جایگاه. پیران ویسه وزیر خردمند و خوشفکر افراسیاب، که برای رسیدگی به امور هند و چین رفته بود، در موقع بازگشتش از مردم مختلف درباره شهر تازه ها شنید و چیزها به او گفتند که به نام سیاوخش گرد ساخته شده بود، که پیران رو سخت متعجب و متحیر کرده. به این سبب با خودش فکر کرد پیش از اون که به پایتخت برود و به دیدار افراسیاب نائل آید، خوب است سری به این شهر تازه بزند و دیداری از سیاوش بکند تا ببیند و بفهمد که واقعا سیاوش چه کرده و چقدر مورد توجه و حمایت مردمان آن دیار قرار گرفته است، تا بتواند به درستی اگر سخنی شنیده شد او جوابگو باشد. به این جهت به همراهانش گفت که به سوی سیاوخش گرد بتازند. چه آمد به نزدیک آن جایگاه، سیاوش پذیره شدش با سپاه. چو پیران به نزد سیاوش رسید، پیاده شد از دور کورا بدید. سیاوش فرود آمد از پیر رنگ، پیاده گرفتش با آغوش تنگ. وقتی که پیران به نزدیکی های شهر رسید، نگهبان ها به سیاوش خبر دادند که پیران با سوارانش به نزدیک رسید. به آن جهت سیاوش هم با هیئتی به پیشواز پیران از شهر بیرون رفت و به هم رسیدند و یکدیگر را در آغوش گرفتند و از دیدار هم خوشحال شدند. بگشتند هر دو بدان شهر باز، سیاوش و پیران گردن فراز. سراسر همه کاخ و ایوان و باغ، همی تافت هر سو چو روشن چراغ. سپهدار پیران به هر سو براند، بسی آفرین بر سیاوش بخواند. هر دو دست در دست هم همه شهر رو با هم تماشا کردند و سواران همراه پیران از ایجاد آن همه کاخ و باغ و مزرعه و سرسبزی به حیرت فرو رفته بودند. همه فریاد آفرینشان به آسمان بلند بود و پیران فرزند خوانده اش را سخت ستایش می‌کرد. چو یک بهره از شهر خرم بدید، به ایوان و باغ سیاوش رسید. به کاخ فرنگیس بنهاد روی، چنان شاد و خرم و دیهیم جو. پذیره شدش دختر شهریار، بپرسید و دینار کردش نثار. پیران شهر رو تماشا کرد، قدم زنان به کاخ سیاوش و فرنگیس رسیدند. فرنگیس که شنیده بود پیران به شهر وارد شده، به این جهت خودش و پرستارانش رو آماده کرد تا از پیران استقبال کنند. به او خوش آمد گفت و فردوسی نوشته است که پیران یک هفته‌ای در آن شهر میهمان فرنگیس و سیاوش بود و همه گوشه و کنار شهر رو از دید و نظر گذران و با سرخوشی در آن شهر به سر برد.
و از آن جایه نزد افراسیاب همی رفت بر سان کشتی بر آب. بیامد بگفت آن کجا کرده بود همان باش کس کشور آورده بود. بپرسید از او شهریار بلند ز کار سیاووش و از چون و چند. و از آن شهر و کشور و آن جایگاه یکایک همه باز پرسید شاه. پیران بعد از هفته میهمانی به قصد رفتن به دیدار افراسیاب حرکت کرد. چند روزی رو در راه بود تا به اقامتگاه پادشاه توران رسید و وارد شد. شرح سفرش رو یکایک برای پادشاه بیان کرد تا رسید به دیدار سیاوش که جز به جز رو برای افراسیاب تعریف کرد. از ساختن شهر تازه، از ابتکار جدید سیاوش در ساختن گردش شهر، از نحوه زندگی شاهانه فرنگیز و چگونگی رفتار آنها با مردم. بدو گفت ویران که خرم بهشت کسی کو ببیند به اردیبهشت. همانا بداند از آن شهر باز نه خورشید از آن مهتر سرفراز. یکی شهر دیدم که اندر زمین نبیند چنان کس به توران و چین. ز بس باغ و ایوان و آب روان برآمیخت گفتی خرد با روان. پیران چنان از زندگی سیاوش فرنگیز و نحوه رفتار آنها با مردمان شهرها و ساخت سیاوش گرد تعریف و تمجید کرد که سخت افراسیاب رو به فکر فرو برد. او رو به اندیشه های واداشت که گهگاه پریشان احوالش می کرد. روز و روزگار به شما خوش تا هفته بعد.